سلام، منم ملیه میرزایی هستم، مربی رفتارشانس و روانشناس سگ‌ها. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه با صوفی خانم در خدمت شما هستم. امروز می‌خوام راجع به این موضوع خیلی مهم صحبت کنیم، اونم انتخاب قلاده مناسب برای سگ. خب ببینید، این خیلی مهمه که در پهله اول قلاده بهترین راه ارتباطی بین صاحب و سگشه. بهترین روشی که من بتونم پیامی که تو ذهن خودمو به سگم منتقل بکنم استفاده از همین قلاده است. حالا من می‌خوام شما رو راهنمایی کنم. اول اینکه از چه قلاده‌ای استفاده کنید که سگتون اذیت نشه، بهش نیاد، آسیبی نبینه و به قول معروف لذت ببره از پروسه آموزش. و خب اون کاری هم که می‌خواین درست انجام بشه و اتفاقی که تو ذهنتون بیفته. خب ما انواع قلاده داریم. جدیداً خب خیلی مد شده، خیلی از مربیان از قلاده‌های مختلف استفاده می‌کنن. مثلا از قلاده‌های پرانک، از قلاده‌های الکتریکی، از قلاده‌های شوک، قلاده‌هایی که تنگ میشه، قلاده‌هایی که تیپ داره، مدل‌های مختلف. اینا همش ایگنوریه. ما کلاً چند مدل قلاده داریم. ساده ترین نوعش اینه که خب یه قلاده گردنی خیلی ساده مثل گردنبند میاد دور گردن سگ شما، یه ریش هم بهش وصل میشه که همه دیدیم، به اصطلاح قلاده گردنی. خب برای اکثر نژادها برای استارت پروسه آموزش احتمالاً قلاده گردنی بهتره، به خاطر اینکه باعث میشه سگ نکشه خودش رو. وقتی که سگ خودش رو میکشه، اگر ما قلاده هارنس یا کمری داشته باشیم، سگ به اصطلاح اینجوری کشیده تر میشه، لاتر میشه وقتی من میکشم مثلا. ولی وقتی قلاده گردنی داره، خب من صورتش رو برمیگردونم، اون مسیرش عوض میشه و کنار میاد با این قضیه، قبول میکنه که راحت‌تر راه بره و مسیر خودش رو عوض کنه، راحت‌تر با من کنار میاد، آموزشش ساده‌تر میشه وقتی از قلاده گردنی استفاده میکنیم. خب برای استارتش یه قلاده گردنی خیلی ساده برای همه نژادها پیشنهاد نمیشه. یه نژادی مثل پامرانین، یه نژادی مثل گری هاوند، یه نژادی مثل چاو چاو بهتره خیلی از قلاده گردنی استفاده نکنن، چون تنفس ضعیفی دارن و اولش که تو دروهای میکشن ممکنه واقعا بهشون فشار بده و آسیب ببینن، مثل این داستان ویلو که چند وقت پیش معروف شده بود و به چشمش آسیب رسیده بود در اثر استفاده از قلاده پرانکو کشیدن زیاد. از طرف دیگه خب یه سری سگ‌ها هستن که یه ذره بیشتر به قول معروف تقلا میکنن، یه ذره بیشتر تلاش میکنن که از زیر تمرین فرار کنن. توی چنین مواردی هم ما میتونیم از یه قلاده ساده آموزشی یا ترینینگی مثل این قلاده استفاده کنیم. این مدل قلاده‌ها که وارد گردن سگ میشه، بعد ما هر دفعه که بکشیمش تنگ میشه. خب این میشه ترینینگ یا قلاده آموزشی. به غیر از این نوع قلاده دیگه لازم نیست ما سراغ مرحله سخت‌تر و خشن‌تری بریم که حالا از قلاده تیغداران پرانک به اصطلاح استفاده کنیم، یا از این قلاده‌های الکتریکی که قطعاً ساید افکتاش روی ذهن سگ باقی میمونه. یعنی مثلا تا چندین سال شاید تو نوار مغزیش نشون بده که این سگ یه باری استفاده کرده از قلاده الکتریکی، شاید اون لحظه اون مشکل ما حل شده، ولی انقدر فشارهای مختلف میاد و این حیوان آزاریه. ما هیچ وقت نمیخوایم آزار بدیم حیوان رو، میخوایم از پروسه آموزش لذت ببره و درک کنه و متوجه بشه، نه اینکه بترسه و سکته کنه و حرف ما گوش بده. که پس در نتیجه استفاده از اینجور قلاده‌ها قطعاً قلاده‌هایی که آب میپاشه، قلاده‌هایی که سوت میزنه، قلاده‌هایی که نمیدونم حالا تیغ داره، قلاده‌ای که خفه میکنه سگ و فشار میاره، چوک وارد میکنه که اصلا هیچ وقت ما به هیچ وجه سمتش نمیریم. به غیر از این قلاده‌ها، قلاده هارنس و کمری هم که خب همه میدونن چیه. یه چنین قلاده‌ای که خب افتادم زمین من. اینکه یه چنین قلاده‌ای که به اصطلاح وارد تن سگ میشه، دستاش من سگم دیگه. دستاش تو وارد تنش میشه، از پشت بسته میشه. این هم میشه قلاده به اصطلاح کمری یا هارنس. که هیچ راهی نداره، خصوصا برای یه سری تمرینایی که ما دوست داریم اتفاقا سگمون بکشه. مثلا ما سوار اسکیت شدیم، میخواد سگمون ما رو بکشه، یا مثلا سگمون از این سگایی که به عنوان اسکیمو استفاده میشن مثل هاسکی و ساموی، یا مثلا این سگایی که سیکرات ریسرن و جستجوگرن مثلا میخوان بکشه، استفاده از قلاده‌های کمری برای این سگا کاملا به قول معروف اوکی و پیشنهاد میشه و اتفاقا خیلی هم خوبه و کمک میکنه. و یه سری سگا که خب تنفسشون مشکل داره گفتم، مثل پامرانین و گری هاوند، برای آموزششون هم ما از همین قلاده کمری استفاده میکنیم. تازه اون سگایی هم که از قلاده گردنی استفاده میشه و با قلاده گردنی یاد میگیرن، بعد از اون که یاد گرفتن و میدونیم قلادهشون رو نمیکشن و فشاری به خودشون نمیارن و ما رو اذیت نمیکنن، تازه میشیم از قلاده کمری استفاده کنیم که خیالمون دیگه راحت باشه. پس این عقیده که همیشه باید قلاده نمیدونم آموزشی به گردن سگ باشه و اینجوری بگیریم بالا و بکشیم و اذیتش کنیم، این حرفا رو نداریم. چرا؟ یه سری اصول باید رعایت بشه در مورد اصول درست راه رفتن با سگ، اینکه از ما جلو نزنه و این حرفا، بعدا میتونیم مفصل صحبت کنیم، ولی فعلا داریم انتخاب قلاده رو راجع بهش صحبت می‌کنیم. از طرف دیگه یه نکته دیگه هم وجود داره. نکته آخری که میخوام نمایش نظر کنم اینه که قلاده‌ای که ازش استفاده می‌کنید قلاده بلندی باشه ترجیحاً. به قول معروف نه از این قلاده‌های متری، حالا ایرانی هم استفاده ازش ولی پیشنهاد نمی‌کنم یه قلاده بلند، یه لیش دراز بلند، مثلا 2 متری داشته باشید که اولا بتونید دو دستی قلاده رو بگیریم و دوم اینکه به هیچ وجه بدون قلاده سگمون رو بیرون نبریم. قلاده بهترین راه ارتباطی بین ما سگمونه. هر اتفاقی احتمالش وجود داره، ممکنه سگ ما از یه چیزی بترسه، یه ریاکشن نشون بده، فرار کنه بره زیر ماشین، خدای نکرده. حتی سگی که بیشترین تمرینات ممکنه دیده، سگ بهترین مربی، سگ جورج هم که این ارشا رو هیچ وقت بدون قلاده بیرون نمیبره. پس در نتیجه ما هیچ وقت سگمون رو حتی اگه بهترین سگ دنیا باشه بدون قلاده بیرون نمیبریم، چون قلاده اولا بهترین راه ارتباطی بین ما و سگمون، دوم سلامتش رو تضمین می‌کنه و به ما این آپشن میده که سگمون براش این موقع خدای نکرده حادثه‌ای پیش نیاد. خیلی متشکرم که به حرفای من گوش میدین. امیدوارم که به دردتون بخوره. مخلصم.